شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. بر اساس قوانین جدیدی که به پارلمان استرالیا معرفی خواهند شد، سیاستمداران استرالیایی با عواقب رفتار بد خود روبرو خواهند شد. و این در حالی است که وزرای زن صدرنشین نشین در پارلمان استرالیا در مورد نحوه برخورد با خود در داخل صحن پارلمان ابراز نگرانی کردند. با انکه بسیاری بر این باورند که پارلمان استرالیا باید خود به مسابه یک نمونه رفتاری استاندارد در داخل کشور باشد اما به خوبی شناخته شده است که اینطور نیست پنج سال پیش یک تجاوز جنسی ادعایی در داخل فضای دفاتر پارلمان استرالیا رخ داد که یک خشم ملی را برانگیخت و موجب آغاز یک بازنگری در نحوه رفتار در محل کار در پارلمان کشور شد. توصیه نهایی آن بازنگری اکنون در مسیر اجراست و به معنای آن است که به زودی عواقبی برای نقض قوانین رفتاری توسط هر کسی که در پارلمان کار می کند وجود خواهد داشت. وزیر زنان کیتی گلگر می گوید که این گام مهمی در بهبود استاندارد It's all about improving workplace conduct in this building and making sure that where there is bad conduct or poor conduct misconduct that there's appropriate sanctions and enough deterrent to stop that behavior from happening we've done a huge amount of work across the parliament with all all representative groups but you know there's a little way to go but i'm hopeful we've found the right balance این یک آینامه رفتاری کاملا استاندارد است که شما در هر محل کار انتظار دارید. این آینامه رفتاری برای هر کسی که در داخل ساختمان پارلمان کار می کند اعمال می شود و از آنها می خواهد که با تمام افراد با وقار، ادب، انصاف و احترام رفتار کنند. این آینامه رفتاری همچنین قلدری و آزار، آزار و تجاوز جنسی و تبعیض را در همه اشکال آن ممنوع می کند. <laughs> well, it's been a, an unusual workplace in the sense that um, you know MPs and, and senators are not employed in the traditional way. Um, they're employed essentially by their electorates, and so uh, behaviour and codes of conduct hasn't really put, been put in place like it has been in other workplaces where you've got that straight employee-employer relationship. So it has been tricky. و اکنون عباقه به این سوء رفتارهای احتمالی مشخص شده است یک کمیسیون مستقل استاندارد پارلمانی قرار است به زودی برای بررسی شکایات با اختیار اعمال یک سری تحریم ها ایجاد شود این تحریم ها می تواند شامل تعلیق از پارلمان برکناری از کمیته ها یا جریمه تا 5 درصد از حقوق یک نماینده پارلمان یا سناتور باشد

اگر شکایتی مطرح شود این شکایت در کمیسیون مربوطه بررسی می شود برای سیاستمداران اگر کمیسیون تحریمی را توصیه کند این تحریم ها به پارلمان تسلیم می شوند و پارلمان باید برای عملی شدن آن رأی دهد برای باقی کارمندان دیگر در ساختمان پارلمان پس از تکمیل تحقیقات در محل کار کارکنان، کار روزنامه نگاران یا پیمانکاران در خارج از پارلمان به شکایت مطرح شده رسیدگی می شود. اگرچه این آیننامه نامه رفتاری در مورد رفتار در داخل سحن پارلمان که تحت پوشش امتیاز پارلمانی است اعمال نمی شود. همزمان با ارائه قوانین جدید به پارلمان چندین سیاستمدار مستقل از سیاستمداران ارشد خواستند تا الگوی رفتاری خود را تغییر دهند. I have never stood in a and had a sensation where they were completely unopen to listening to me or even engaging in a constructive and respectful conversation to me. کایلیا تینک نماینده پارلمان از شمال سیدنی است. سه نماینده دیگر که در مورد نحوه بحث در پارلمان مشکل دارند از جمله الگرا سپندر به او پیوستند. We have a difficult moment in Australia right now. We have some issues that are actually tearing us apart and where we are struggling to disagree well and to listen to mm -hmm. each other. Mm -hmm. And when I look in the chamber, I say we are not setting an example. Because I look up almost every question time, there are kids sitting around um, the top of the chamber, and I, I look at this behaviour and I go, This is the sort of behaviour I'm trying to make sure my kids don't yeah. engage with, rather than use it as an example. هفته گذشته خانم زالی استگل نماینده پارلمان چندین بار توسط پیتر داتون مورد انتقاد قرار گرفت زیرا او درخواست آقای داتون برای ممنوعیت صدور روادید برای افرادی که از غزه خارج میشوند را به پرسش گرفت Order. Order. ورا خانم استیگال میگوید رهبر جناح اپوزیشن و نخست وزیر باید خود الگو باشند. The mob mentality is permitted by its leadership. And so my call is to Peter Dutton. He is the first to turn around in those situations and yell out. ملिसा دونلی از اتحادیه جامعه و بخش دولتی از این حرکت استقبال کرده است. In late 2021, the Jenkins report identified a raft of issues, uh, including bullying, sexual harassment, assault, and discrimination that were occurring in parliamentary workplaces. The bill intro being introduced today is an important part of delivering solutions for this. It is important that parliamentarians are held to the same standard as other employees and workers in this country. For years, Politicians have behaved badly and got away with it, but that changes today. Parliament should set the standard of behaviour instead of being a national shame. The Greens strongly support the implementation not only of codes of conduct but new enforceable standards to lift the behaviour uh, in this place. اگرچه سوزان لی معاون رهبر حزب لیبرال در استرالیا مشتاق است که جزئیات بیشتری درباره این طرح دریافت کند. I've been part of the Parliamentary Leadership Task Force that has been tasked with implementing recommendations from the Jenkins Review. It's been important work. We've established the Parliamentary Workplace Support Scheme. I want to give a shout out to that scheme. It's operating in the building right now for everyone in the building 24-7 and it's a place you can go for help. Now that's incredibly important and it's being incredibly well done as a result of cross-party work. I haven't seen this legislation. I want to look at it closely. I know that my party room will do the same thing. گرامی این گزارش اسپیس فارسی بود که من پیمان جمالی اون رو به همراه همکارم رانیا یالوب برای اسپیس نیوز تهیه و تقدیم حضورتون کردیم لایک شیر کامنت اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید